نامه اندریک به برادر چهار سالش دنیا را تکان داد. نامه فوق احساسی اندریک ستاره جوان برزیلی به برادر چهار سالش سرنوشت او و خانوادهش را خلاصه می کند که با عبور از بدترین شرایط اکنون زندگی ایدئالی دارند. سلام به همه دیفکتی های عزیز. خوش اومدین به کانال دیفکت. این 38 این قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین برامون کامنت بذارید. نامه احساسی که اندریک مهاجم جوان برزیلی پس از گلزنی به به برادر چهار سالش نوشته در مدت کوتاهی به سرعت در فضای مجازی پربازدید شده است این ستاره نوظهور فوتبال آمریکای جنوبی که در حال حاضر برای پالمیراس بازی می کند توسط رئال مادرید خریداری شده و بلافاصله پس از 18 سالگی به اسپانیا نقل مکان خواهد کرد برزیل در فیفاده جاری در بازی دوستانه مقابل انگلیس در ورزشگاه ومبلی قرار گرفت که با گل اندریک 17 ساله موفق شد با نتیجه یک بر صفر برنده شود این متن ایست که توسط اندریک نوشته شده نوح عزیز دوستت دارم این اولین چیزی است که از هر چیز دیگری مهمتر است از روز اول احساس میکنم پیوند خاصی با هم داشتیم من هرگز به تو نگفتم اما وقتی میخواستی به دنیا بیایی در واقع منتظر بودی تا من گل بزنم درسته برادر در آن زمان من در یک بازی مهم بودم فقط 13 سال داشتم و تو منتظر بودی ساعت تیک تاک می میکرد و مامان و بابا فکر میکردند منتظر چیزی هستی سپس ناگهان پدر از دوستش که تماشاگر آن بازی بود تماسی تلفنی دریافت کرد گفت داگلاس داگلاس اندری گل زد و بعد دقیقا همون لحظه تو اتاق بیمارستان تو به دنیا اومدی و صدای گریت پخش شد بالاخره اومدی تا با من جشن بگیری و وقتی رسیدم بیمارستان به تو هدیه تولدت را دادم آن موقع من پول یک اسباب بازی را نداشتم اما توپ طلای مسابقات را برای تو آوردم میفهمی در این خانواده ما ثروتمند به دنیا نیامدیم ما در فوتبال به دنیا آمدیم نمیدانم که این نامه را میخوانی اما الان چهار ساله و زندگی ما خیلی سریع در حال تغییر است در چند ماه آینده به اسپانیا خواهم رفت تا برای رال مادرید بازی کنم بله همان تیمی که میبینی همیشه در پلی استیشن انتخاب میکنم میدانستم که آن وضعیت را درست میکردم و مامان هنوز وقتی آن را به یاد میآورد گریه میکند ما مثل الان در یک آپارتمان شیک زندگی نمیکردیم در مکانی به نام ویلاگوایرا زندگی میکردیم و زندگی ما بسیار متفاوت بود در سالهای آینده همه چیز مربوط بود به زندگی ما را از زبان دیگران خواهید شنید و آنها خواهند گفت که همه اینها درد و بدبختی بوده است اما حقیقت این است که به لطف خدا و به لطف همه چیزهایی که مامان و بابا فدا کردند کودکی ای داشتم و البته به لطف فوتبال وقتی ده ساله بودم فکر می کنم اولین بار در زندگیم بود که فهمیدم شرایطمان سخت است. ما همیشه به اندازه نیازمان داشتیم اما خیلی کافی نبود. بابا اینطور می گوید روی مبل نشستم و به او گفتم نگران نباش. من یک فوتبالیست می شوم و خودمان را از این وضعیت نجات می دهم. قبل از آن روز من فقط یک بچه بودم و فوتبال فقط یک بازی بود. از آن روز به بعد فوتبال مسیر ما را برای زندگی بهتر کرده. مامان زندگی و خانه خود را ترک کرد تا از رویای من در ساو پائولو حمایت کند باشگاه فقط برای من جا داشت اما مامان گفت که بدون من نمیتواند بماند بابا مان تا کار کند و برای ما پول بفرستد و مامان با من در یک خانه کوچک همراه با تعدادی از همتیمی هایم اسکان داشت همه زیر یک سقف بودیم اما وقتی برای تمرین می رفتیم او کسی را نداشت که با آن صحبت کند ما در آن خانه تلویزیون و اینترنت نداشتیم او انجیل را به پارک می برد و تنها با خدا می نشست و صحبت می کرد. تنها چیزی که در آن مکان داشت یک صندلی بود کیف را رو روی آن میگذاشت و وقتی که ما رخت خواب داشتیم او روی حسیری که روی زمین پهن شده بود میخوابید میدانم تصور اینکه مامان روی زمین بخوابد برای تو سخت است اما این حقیقت است این واقعا اتفاق افتاد دفعه بعد که مامان را دیدی او را در آغوش بگیر و از او تشکر کن چون بدون فداکاری های او ما زندگی امروز را نداشتیم بابا هم خیلی فداکاری کرد پس از چند ماه او به ساو پائولو آمد تا از ما حمایت کند او به پالمیراس رفت و از باشگاه درخواست کرد تا هر کاری که می توان میتواند در آنجا انجام داده و مشغول شود. پدر نیروی خدمات داخل ورزشگاه بود به عنوان یک پسر همیشه آرزو داشت در آن رختکن باشد بنابراین با لبخند به سر کار میرفت او سه سال در آنجا کار کرد ابتدا زباله های اطراف ورزشگاه را جمع آوری می کرد و سپس مسئول تمیز کردن رخکنها ها شد او همیشه به بازیکنان می گفت که یک روز پسرش با آنها بازی خواهد کرد یک روز دربان باشگاه متوجه شد که پدر هر روز لاغرتر می شود او در غذاخوری کارگران و کارکنان غذا می خورد و متوجه شد که بابا فقط سوپ میخورد به سمت بابا رفت و گفت هی hey داگلاس شماره تلفنت را به من بده میخواهم با همسرت تماس بگیرم او به مامان زنگ زد و مامان هم ماجرا را برایش تعریف کرد که چگونه پدر در کودکی در یک باربیکیو دستش را سوزانده بود و چقدر بد بود که تقریبا دستش را از دست داده بود برای مبارزه با عفونت به او داروهای قوی دادند و این باعث ضعیف شدن دندانهایش شده بود بنابراین او فقط میتوانست سوپ بخورد این دربان از همه بازیکنان پول کرد و به پدر پول داد تا دندانهایش را درست کند آرزوی پدر گاز زدن یک سیب بود امروز خدا را شکر هر غذایی را که میخواهد به راحتی میخورد امیدوارم الان متوجه شده باشی برادر زندگی که ما اکنون در آن زندگی میکنیم از ناکجا آباد به وجود نیامده ما آن را با تلاش و اشک فراوان به دست آوردیم مامان همیشه میگوید یک اشتباه میتواند همه چیز را خراب کند و حق با اوست لحظه ای که فراموش میکنیم از کجا آمده خطر گم شدن در راه را داریم به همین دلیل است که من این تاریخچه خانوادگیم را به تو هدیه می دهم. مامان نان کهنه می خورد. بابا زیر باجه بلیت می خوابید. مادر در حمام گریه می کرد. پدر روی مبل گریه می کرد. امیدوارم همیشه او را در قلبت نگه داری. من تو را دوست دارم برادر از صمیم قلبم. در اولین شب آزادی دنیال ویز دلی از عزا درآورد آورد. دنیال ویز ستاره سابق بارسلونا در اولین شب آزادی از زندان در امارت مجللش برگر سفارش داده. او در حال ورود به خانهش از پاسخ به سوالات مردم و خبرنگاران خودداری کرد و مستقیما وارد امارت 5 میلیون یورویی شد. چند ساعت بعد یکی از خدمتکاران وارد خانه شد تا همبرگرهایی که آلوز سفارش داده بود را به او برساند. دقایقی بعد هم یک دسته به داخل امارت برده شد که گفته می شود آلوز آن را برای همسرش که در دادگاه هم به نفع او شهادت داد سفارش داده. هنوز مشخص نیست که همسرش در این امارت حضور دارد یا قرار است بعدا به دیدن آلویز پس از آزادی از زندان مجبور شده پاسپورت اسپانیایی و برزیلیش را تحویل دهد تا نتواند از اسپانیا فرار کند. او همچنین علاوه بر پرداخت یک میلیون یورو باید هر جمعه در دادگاه حاضر شود و خود را معرفی کند. دانیال ویز دیروز بعد از پرداخت وسیقه یک میلیون یورویی از زندان آزاد شد. او چهار هفته از محکومیت چهار و نیم سالش را گذرانده و حالا با این وسیقه به طور موقت آزاد شده است. رونالدو با سفینه فضاییش پوز داد. کریستیانو رونالدو پیش از سفر به اسلوونی برای دیدار با تیم ملی این کشور از ماشین جدید خود رونمایی کرد. یک فراری که رکورد قیمت ماشین های این سوپرستار را شکاند. گفته می شود ارزش کل ماشین های کلکسیون کریستیانو رونالدو به بیش از 20 میلیون دلار بالغ می شود. اما قیمت فراری جدید او دو میلیون دلار ارزیابی شده و به این ترتیب این اتومبیل جدید رکورد قیمت ماشین های کریستیانو را شکسته است. شوکه کننده. تهدید به مرگ خانواده خانواده ستاره آرژانتین. خانواده آنخل دیماریا وینگر بنفیکا در روزاریو زادگاهش در آرژانتین به مرگ تهدید شدند. به گفته ی رسانه های آرژانتینی، یک خودرو تابلویی را در مقابل محلی که این مرد 36 ساله معمولا در آن زندگی می کند خطاب به خانواده دیماریا گذاشته است. روی این تابلو پیامی نوشته شده که حتی فرماندار روزاریو نمیتواند امنیت آنها را در صورت بازگشت به این شهر تضمین کند. روی تابلو نوشته شده به پسرت آنخل بگو به روزاریا برنگردد چون ما یکی از اعضای خانواده را خواهیم کشت حتی پولارو هم قرار نیست شما را نجات دهد ما یادداشت های کاغذی نمی گذاریم. ما فقط گلوله ها و افراد کشته شده را به جا می‌گذاریم. گذاریم روزاریا یکی از بزرگترین قطب های کشاورزی جهان شاهد افزایش شدید خشونت از سوی گروه های قاچاق مواد مخدر بوده این شهر بندری به گفته کارشناسان اخیرا به یک محل مناسب برای توزیع مواد مخدر تبدیل شده لیونل مسی کاپیتان آرژانتین نیز سال گذشته در نامه ای پس از حمله افراد مسلح ناشناس به سوپرمارکت متعلق به خانواده همسرش تهدید شده بود. در ماه مارس، مردی ناشناس سوار بر موتور به کرکره های فلزی روی پنجره ها و درب ورودی این مغازه شلیک کرد. گزارش شده بود که چهارده تیر به این مغازه شلیک شده است. پاسخ محکم کروس به برادرش به تو ربطی ندارد. تونی کروس به ادعای برادرش مبنی بر زدن از تیم ملی آلمان واکنش نشان داد برادر تونی گفت سانه یک بازیکن بسیار خوب است اما اگر او در ترکیب فیکس قرار نگیرد ممکن است مشکلاتی ایجاد کند شما نمی توانید در بازیهای یورو با این موضوع روبرو شوید حالا تونی به برادرش پاسخ داده است ستاره رئال گفت من دیدم که تو در مورد موضوع سانه صحبت کردی برای یک بار هم شده با تو موافق نیستم من واقعا دوست دارم این موضوع را به تو توضیح دهم من لروی را هم در زمین و هم خارج از آن به می میشناسم مربی تصمیم میگیرد که هر بازیکن در چه نقشی باشد اما هر اتفاقی هم رخ دهد لروی مشکلی ایجاد نمی کند من هزار درصد از این حرف مطمئن هستم او در این تورنمنت بازیکنی بسیار مهم خواهد بود به پیشنهاد پیکه ستاره سابق رئال به فوتبال برگشت ادن هازارد ستاره سابق رئال مادرید جدیدترین چهره ای است که حضورش در کینگز کاپ تایید شده است کینگز کاپ بار دیگر دنیای فوتبال را با بمب دیگری غافل گیر کرد. اگر تا به امروز این رقابت نیمار، زلاتان ابراهیموویچ، ماریو گوتسه و ستارگان دیگری را داشت، چهره جدیدی که قرار است به این پروژه بپیوندد، ادن هازارد نام دارد. لیکس کاپ تورنمنتی بود که در اسپانیا توسط جرارد پیک، کاپیتان سابق بارسلونا راه شد و او تصمیم گرفت این لیگ را خارج از کشور اسپانیا هم گسترش دهد که نام کینگز کاپ را برای آن انتخاب کرد. در کینگز کاپ دو تیم حضور خواهند داشت. 10 تیم از اسپانیا، ده تیم از آمریکا و دوازده مهمان از کشورهای مختلف. این اولین رقابت بین المللی در تاریخ لیکس کاپ در آمریکای لاتین خواهد بود و به طور خاص کشور مکزیک به عنوان مکان میزبانی این مسابقات انتخاب شده است. همچنان باید منتظر ماند تا مشخص شود که آنها از کدام استادیوم یا محل برگزاری تمام بازیها استفاده خواهند کرد. اولین دوره کینگز کاپ از 26 می آغاز و در هشت جوان به پایان میرسد بنابراین این رقابت ها دو هفته به طول می انجامد قرار است هازارد این کار را به همراه سلیندپت سازنده محتوا در سال 2023 انجام دهد هازارد در اکتبر گذشته پس از پایان همکاری با رئال مادرید کفشهایش را آویخت باشگاهی که مصومیت به او اجازه نمیداد تا تمام پتانسیل خود را در آن به کار بگیرد هازارد پیش از انتقال به رئال مادرید در چلسی روزهای درخشانی داشت برنامه ریزی قهرمان لیگ برتر را تغییر می دهد. با توجه به اینکه فقط ده هفته از رقابت لیگ برتر انگلیس باقی مانده برنامه مجدد این رقابت موجب اعتراضات زیادی از سوی باشگاه شده است مدیران لیگ برتر انگلیس با واکنش شدیدی نسبت به آخرین برنامه ریزی مواجه هستند آرسنال احتمالا اولین باشگاه ناراضی است چون باید بازی های زیادی را پشت سر بگذارد و این در حالی است که تاتنهام 15 روز قبل از دربی شمال لندن در یک شنبه 28 آوریل استراحت خواهد کرد. یورگن کلوب سرمربی لیورپول نیز با بدترین کابوس خود در دربی مرسی ساید با اورتون در گودیسون پارک در روز چهارشنبه 24 آوریل روبرو شده است. سپس تیم تحت هدایت او باید در ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر روز 27 آوریل با وست هم بازی کند. بازی تاتنهام با منچستر سیتی در 20 آوریل به تعویق افتاده چون شاگردان پپ گواردیولا آخر آن هفته با چلسی در نیمه نهایی جام حذفی بازی خواهند کرد. با این حال به جای برنامه ریزی مجدد بازی تاتنهام و سیتی برای اواسط هفته آینده مردان گواردیولا به جای آن در روز پنج شنبه 25 آوریل مقابل برایتون بازی خواهند کرد. این باعث می شود تاتنهام پس از بازی مقابل نیوکسل در 13 آوریل تا زمانی که مقابل آرسنال بازی می کند استراحت کند. در طی این 15 روز آرسنال در چهار بازی حساس با استون ویلا، بایرن مونیخ، ولورهمپتون و چلسی روبرو خواهد شد. در حالی که تاتنهام از استراحتی طولانی مدت لذت میبرد این برنامه ریزی می تواند پیامت های زیادی در رقابت های قهرمانی و همچنین نبرد برای ایستادن بین چهار تیم برتر داشته باشد چون برنامه تاتنهام ان به آنها شانس بیشتری نسبت به استون ویلا می دهد که هنوز در لیگ کنفرانس اروپا حضور دارد این موضوع باعث شده که افراد در باشگاه های مختلف یک پارچگی برنامه بازی ها و نقشی که زمان بندی مجدد ممکن است در سرنوشت قهر و چهار تیم برتر جدول بازی کند را زیر سوال ببرند. منچستر سیتی اکنون به جای بازی مقابل تاتنهام که حریف سرسختی برای آنها بود، در یک بازی آسانتر مقابل برایتون قرار می‌گیرد. واضح است که برنامه بازی‌ها به دلیل لغو بازی‌های جام حذفی و همچنین صعود باشگاه‌های انگلیسی در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا در آشفتگی کامل قرار گرفته است. لیورپول هم با یک کابوس مشابه روبروست و شاهد بازی هایی است که در وقت ناهار شنبه پس از یک بازی اروپایی وسط هفته انجام می شود. بازی سیتی مقابل تاتنهام یکی از چهار بازی است که هنوز تکلیف زمان آن مشخص نیست. ماننده منچستر یونایتد نیوکاسل، چلسی تاتنهام و برایتون چلسی. محرومیت دو ساله ستاره ملی پوش برزیلی. گابیگل ملی پوش برزیلی به دلیل تقلب در تست دوپینگ با دو سال محرومیت مواجه شده است. لواندوفسکی پیشنهاد هنگفت عربستانی را رد کرد لواندوسکی برای آینده خود ترجیح می دهد که راهی آمریکا شود حالا یا هرگز. بایرن به دیویس التیماتوم داد. بایرن به آلفونسو دیویس یک هفته وقت داده تا در مورد قبول یا رد پیشنهاد تمدید نظر نهایی را اعلام کند. مودریچ در را به روی عربستانی ها بست. مودریچ ستاره کروات رئال مادرید در را به روی پیشنهادات باشگاه های عربستانی بسته و در حال انتخاب تیم آینده خود است. اتلتیک تاکید کرد که ستاره کروات بین انتقال به یک باشگاه اروپایی دیگر یا بازی در لیگ آمریکا یکی را انتخاب می کند. به نوشته این روزنامه، مدریش با این اقدام قصد دارد برای حضور با تیم ملی کرواسی در جام جهانی 2026 آماده شود. الهلال آینده دروازبانی عربستان را خرید. باشگاه الهلال با انتشار بیانیه‌ای ای جذب یک دروازبان جوان و آینده دار خبر داد. رایان ادریس دروازبان جوان الاهلی را جذب کرده و این بازیکن همزمان با آغاز تمرینات الهلال کار خود را با این تیم آغاز کرده است. دروسی دو بازیکن روم را کنار می‌گذارد. باشگاه روم در فاصله نچندان زیاد با پنجره نقل و انتقالات تابستانی تکلیف دو بازیکن را مشخص کرده. باشگاه روم قصد دارد مجموع دستموس های پرداختی را کاهش دهد و به گزارش گالسه تا دلو اسپورت قرارداد روی پاتریسیو را که در انتهای ژوئن به پایان میرسد تمدید نخواهد کرد. این روزنامه ایتالیایی تایید کرده که پاتریسیو تنها خروج قطعی روم نخواهد بود و همچنین رناتو سانچز را که به صورت قرضی از پاریس حضور دارد به پاریس میفرستد پاتریسیو پس از خروج ژوزه مورینیو و انتخاب دنیل دروسی جایگاه خود در ترکیب اصلی را از دست داده و اسویلار به جای او در ترکیب قرار گرفته است اسویلار مورد توجه دروسی بوده و عملکرد قابل قبولی هم داشته او در کمک به تیمش برای صعود به مرحله یک نهایی لیگ اروپا تعیین کننده بوده و دو ضربه پنالتی را مقابل فاینورد مهار کرد همچنین رناتو سانچز هم فصل بعدی را پشت سر گذاشته که به شدت با مصدومیت و آسیب ها درگیر بوده است او این فصل در مجموع تنها 232 دقیقه در زمین حضور داشته است یعنی او فقط ده بازی انجام داده و در برتری هفت بر صفر امپولی هم تنها گل خود را برای روم به ثمر رساند حکم رئیس سابق فدراسیون فوتبال چین حبس ابد آن رئیس سابق فدراسیون فوتبال چین به دلیل دریافت رشوه به حبس ابد محکوم شد. ادامه بدشانسی های پپ یک دفاع دیگر هم مصدوم شد. مانوئل آکانجی ستاره منچستر سیتی اردوی تیم ملی سوئیس را به دلیل مصدومیت ترک خواهد کرد. تاریخ سازی وینیسیوس، جوانترین کاپیتان تاریخ برزیل. وینیسیوس جونیور با 23 سال سن به عنوان کاپیتان برزیل برای بازی مقابل اسپانیا انتخاب شد. اعلام حکم پرونده جنجالی ستاره اینتر محروم نشد. با اعلام رسمی فرانچسکو آچربی مدافع اینتر پس از ادعاهای مبنی بر توهین ژسوس بازیکن ناپولی با هیچ محرومیتی مواجه نخواهد شد تفاوت آرژانتین بدون مسی و آرژانتین مسی تیس مک آلیستر ستاره آرژانتینی لیورپول درباره غیبت لیونل مسی در تیم ملی این کشور در غیاب کاپیتانش توضیح داد مک آلیستر در گفتگو با ESPN گفت تمرکز ما همیشه روی تیم است و البته میدانیم که وقتی لئو با ما نیست باید قویتر ظاهر شویم چرا که بازیکنی را نداریم که هر وقت کار مشکل می شود به کمکمان می و تیم را نجات می دهد. ما این را می دانیم که وقتی لئو بازی می کند، حریفان از ما می ترسند. ما بازیکنان دیگری هم داریم که در باشگاه های بزرگ اروپا بازی می کنند، ولی لئو چیز دیگری است. ما همه بازیکنان حرفه هستیم و می دانیم که بازی های ملی همیشه دشوار است. به همین خاطر سعی می کنیم تمام توانمان را به کار ببندیم تا کار را برای حریفان سخت کنیم. کلوب در قامت یک پدر. تاقت بیار پسر مثل من. یورگن کلوب همچنان محبوب قلب های لیورپولی هاست نامه جدید کلوب به یک هوادار بیمار لیورپول او را بیش از پیش محبوب آنفیلد کرده است. نامه ای با سربرگ باشگاه برای هواداری که به بیماری استراب مبتلا است و در نامه ای برای سرمربی محبوبش با او درد و دل کرده بود. متن نامه پر احساس یورگن کلوب به این شرح است. سلام لویس، اجازه می دهی همین اول یک راز به تو بگویم من هم عصبی می شوم راستش رو بخواهی اگر عصبی نشم این نگرانم می کند چون وقتی این اتفاق می افتد فرصتی در اختیارم قرار می دهد که آن را به چیزی مثبت تبدیل کنم میدانم برای بچه ای به سن و سال تو سخت است که فکر کنی سرمربی لیورپول هم همان حسی را دارد که تو داری ولی واقعیت همین است از نامت کاملا مشخص است که آدم عاقلی هستی و خیلی هم مهربانی کسی که این خصوصیات را دارد بعید از عصبی نشود از من پرسیدی که وقتی بازیکنانم چنین احساسی دارند چه می کنم؟ جوابش خیلی ساده است به آنها یادآوری می کنم که برای من چقدر مهم است و چقدر به با آنها باور دارم شک ندارم که خانوادهت درباره تو همین حس را دارند هیچ دلیلی وجود ندارد که نگران اتفاقهای بد بشوی همینطور که میدانی من بارها در فینالها باختم و این اصلا حس خوبی نیست ولی با کمک خانواده و دوستانم ادامه دادم و در نهایت کنار هم لحظات خیلی خوبی تجربه کردیم اگر در لحظات بد میماندم و از آنها عبور نمی کردم شک ندارم که ممکن نبود به لحظات خوب برسم پس لطفاً نسبت به خودت حس مثبت داشته باش و منتظر باش وقتی بزرگتر شدی لحظاتی درخشان را تجربه کنی لحظاتی که میدانم در انتظار توست فراموش نکن که تو عضوی از خانواده لیورپول هستی و این یعنی میلیون ها نفر مثل تو در کنارت هستند که میخواهند تا حد ممکن شاد و سعادتمند باشی حمایت تو برای من و همه اعضای لیورپول اهمیت زیادی دارد و امیدوارم این نامه نشان بدهد که ما هم از تو حمایت میکنیم تو هرگز تنها قدم نخواهی زد یورگن کلوب یک فوق ستاره در فوتبال جهان متولد می شود. الماس در نیمه اول به زمین آمد و جای رافینیا را گرفت و تنها چهار دقیقه طول کشید تا اولین گل خود را به ثمر برساند. اندریک با در آغوش گرفتن پدرش در کنار زمین جشن گرفت. 24 تیم یورو 2024 شناخته شدند. لهستان، گرجستان، اوکراین به عنوان سه تیم پایانی به رقابت‌های یورو 2024 صعود کردند. سرمربی تیم ملی تایلند از روی دفترش سرود ملی خواند. ایشی سرمربی تیم تایلند در ادامه رفتارهای عجیبش این بار سرود ملی تایلند را روی کاغذ نوشت تا آن را در شروع بازی بخواند. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید.